شفاعت مخصوص قیامت نیست، شفاعت در برزخ وجود داره، در عرض میکنم در همین دنیا هم وجود داره. همین عنایت بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت مولانا امیر المؤمنین، و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم من الآن الى يوم لقاء الله. همه با هم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا. جهت سلامتی و خوشنودی و فرج وجود مقدسش، خدای منان فرجش را در زمان عمر حیات ما قرار بده. انشالله زنده باشی فرجش را درک کنی، انشالله در حرم آقا ابوالفضل زیارتش کنی، با شناخت و معرفت هدیه به ساحت مقدسش صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردم در قرآن کریم بیش از 30 آیه در زمینه اصل شریف شفاعت است. شفاعت هم معنای جفت کردن است، یعنی بنده چیزی میاره، خدای منانم به واسه اولیاش چیزی رحمت و لطف و عنایتی جفت میکنه، زمیمه میکنه، و این بنده گناهکار
عرض شود بر این که به بهش میره انشاءالله. مثل این ساختمونی که اساس و شناژبندیش، قواعدش، ستوناش، شناژبندی زیرش محکمه، عرض شود که سقف و دیواراش همه دارای استحکام خاصه، منتها یک گچکاری میخواد، یه رنگکاری میخواد، یه شستشو میخواد، اینجور چیزها را میشود درستش کرد. اما اگر اساس نداشته باشه، ریشه و قواعد و شناژبندیش محکم نباشه، میگن این از اصل و اساس چیزی نیست. توجه کردی چی عرض کردم؟ به این صورت عرض کردم از بین این آیات، بعضی از آیاتی که شب اول خدمت ازان عرض کردم ناظر به شفاعت تکوینی و خلقت و جفت شدن و جفت کردن عالم وجود است در نظام تکوین و خلق و خلقت، اون ربطی به شفاعت انبیا و ائمه در زمینه تشریع و بهشت و قیامت و برزخ نداره. عرض کردم دوباره هم میگم شفاعت مخصوص قیامت نیست، شفاعت در برزخ وجود داره، در عرض میکنم در همین دنیا هم وجود داره. همین عنایاتی که اهل بیت علیهم السلام در دنیا میکنن، مریض شفا میدن، مشکلات رو حل میکنن، گله های کور رو باز میکنن و غیره، همین ها اسم شفاعته. من ایمان به توحید و نبوت و امامت دارم، ایمان به امامت امام هشتم امام رضا دارم، تارک و صلات و تارک و صوم و خمس و زکات هم نیستم، نماز میخونم، روزه میگیرم. اگر معصیتی ازم سر بزنه، عرض شود بر این که اونا میان محضر امام رضا، میگم آقا جونی من و این هم زنده و مرده ندارند. اون دسته از اول از آیات خلاص، اما دسته بعدی از آیات، آیاتی است که مخالفین ما تمسک کردند بهش برای نفی شفاعت. خوب گوش کنید، این بحث امشب را خواهش میکنم با دقت گوش کنید. مخالفین ما وهابیا منظورمه، به این آیات استناد و تمسک کردن که شفاعت نیست. به چه دلیل؟ در قرآن کریم آیاتی هست، من برای این که هم آیات را یه وقت خطا نخونم، چون اینا دنبال رو این میگردن که ما یه کلمه خطا بگیم از ما دست بگیرن. آیاتی است که شفاعت مدعی یهود را عرض شود بر این که منکر می شود. یه آیاتی هم ما داریم که اون آیات صریحاً اعلام می کند روز قیامت روزی است که شفاعت وجود نداره. این آیه را ما هم دیده ایم و بررسی کرده ایم و ناظر به این که اصلاً روز قیامت شفاعت نیست، این آیه حرفا نمیخواد بزنه. اون آیه کدومه؟ دقت بفرمایید، سوره مبارکه بقره آیه 48 و 123. این آیه در قرآن کریم دو بار با یه مختصر عبارتی تکرار شده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان واتقوا یوما. دقت کنید، جدی عرض میکنم، دقت کنید: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. دقت کردی چی عرض کردم؟ میفرماد بترسید، اتقی، بر حذر باشید، خودتون رو حفظ کنید. تقوا و اتقو و تقوا و وقایه، وقایه قیقه از ماده خود را نگه داشتن است. یا ایها الناس قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودتون و اهل و بچه، اهل و زن و بچه‌تون رو نگه دارید که به جهنم نرن، مواظبشون باشید. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید و خودتون رو حفظ کنید از روزی که کسی را عوض کسی ما جزا نمیدیم. هر کسی هر کاری کرده است، جزاش را به خودش میدیم. معادم جسمانی است نه روحانی. هر کسی گفت خلاف قرآن حرف زده، و خلاف قرآن حرف زدن، مخالف قرآن کریم حرف زدن کفره. معاد جسمانی است. منی که اینجا نشسته ام، این جسم و این روح دوتای با هم نماز خونده، دوتای با هم روزه گرفته، دوتای با هم حج رفته، دوتای با هم طواف کرده، دوتای با هم کربلا رفته. اون کسی که گناهان کبیره مرتکب میشه، آدم میکشه، زنا میکنه و الی آخر دزدی میکنه، این جسم و روح دوتا با هم این کار انجام دادن، باید دوتا با هم کیفر ببینن.
معاد معاد جسمانی صریح قرآن هم است. بعضی از فلاسفه و عرفای به عرفان غیر اهل بیتی میخوان بگن روحانی است، غلط فرمودند. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از روزی که کسی را عوض کسی ما جزا نمیدیم. یعنی بابا نمیتونه بیاد وایست بگه آقا جون بچه من خطا را کرده، اجازه بدید برد بهش، من عوضش جزا وا میسم میدم جهنم. نخیر، هر کی هر کاری کرده است خودش جزاشو میبینه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. این یکی. ولا یقبل منها شفاعه، اینا دست گرفتند و میگن نخیر، قرآن میگه شفاعت نیست. حالا دقت کنید، ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل، از این از کسی عدل، همون که میگیم عدل در واقع، عدل از کسی ما قبول نمی کنیم. یعنی نمیتونه کسی بیاد بگه آقا جونی من بنده گناهانی مرتکب شدم، در عوضش این مبلغ رو میدم، اونا در مال در آخرت نیست، در عوضش بچه ما میدم. اینجا آدم میتونه کارا بکنه، بگه آقا جون بنده این جنایت رو مرتکب شدم، عوضش یه پولی از من طلب داری ندارم بدم، ماشین منو بردار و برو، عدل عوضش، موتور منو بردار و برو، فرش منو بردار و برو، از من طلب داری انگشتر منو بگیر و برو، این عبای منو بردار و برو. در اونجای حرفا نیست، در اونجای حرفا نیست. لا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، در اونجا هم ظالم و کافر و فاسق و فاجر نصرت و یاری خدا را ازش محرومند. این آیه در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 48 و 123 دوبار تکرار شده. این آیه اصلاً که ناظر به یهود است، اصلا کاری به اسلام و مسلمین و شیعه و اهل بیت پیغمبر به هیچ وجهی نداره. یهود کیان؟ خدا رحمت کند و سلام خدا به یعقوب پیغمبر، ابراهیم سلام الله علیه، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدای منان در پیری اول اسماعیل را از هاجر به ابراهیم خلیل علیهم سلام الله داد، بعد از آن در پیری زن، در سوره هود پیری زن بیش از 100 سال عمر، و ابراهیم هم که 100 بالا، دو تا پیغمبر ما داریم در عمر بالا بچه داشتن، یکی ابراهیم است و یکی زکریا که یحیی بهش داد. بعد از پیری دوتا خدای منان اسحاق را داد به ابراهیم. این اسحاق پدر یعقوبه، همه یه بچه هم نداره، چند تا بچه داره. در بین اولاد اسحاق یعقوب شد پیغمبر. لقب این یعقوب، لقب یعقوب اسرائیله. اسرائیل، کلمه اسرائیل به معنای عربی وقتی برش گردونیم، اسرا اسر یعنی عبد، ایل یعنی الله، اسرائیل عبدالله. اگر بخوایم اسرائیل رو به عربی معنا کنیم یعنی عبدالله، اگر بخوایم فارسیش کنیم یعنی اسرائیل بنده خدا، لغت عبری است. این اسرائیل لغت عبری است. لقب یعقوبه. یعقوب 12 بچه داره. 20 ارسال که 12 بچه از یوسف و بنیامین و اون 10 تا پسری که یوسف در چاه انداختن، اینا عشرت اثبات، 10 سبط، سبط همینی که در عربی میگیم ست و اثبات، یعنی اولاد و نوه، اینا اثبات بنی اسرائیلن. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی که اون انبیای بزرگ و با عظمت در بین خودشون داشتن، یکیشون موسی است، نوه لاویه. موسی نوه لاویه. لاوی همون کسی است که گفت نکشیدش، تو چاش بندازید. کیا؟ یوسفا. این نوه لاوی است. با قارون پسر عمو با هم دیگه، قارون هم نمه لاوی است. عرضمت بر این که این 10 پسر چیزای غریب و عجیبی هم هستند، چیزای غریب و عجیبی هستند. یعنی به موسی وقتی قرار شد موسی از سنگ براشون آب در بیاره، عصا را زد به سنگ آب در اومد، گفتن ما همه از یه چشمه آب نمیخوریم، ما 12 قبیله ایم، از 12 نسل اولاد ابراهیم و یعقوب باید برای هر کدوممون چشمه خاص داشته باشیم.
موسی گفت خدا چکار کنم؟ گفت فضل بعثاک فنفجرت من حسنت و عشت عینن قد علم کل و ناسل مشتب امسوله بقره است. بهانه های بنی اسرائیل و گاو و گوساله مال همینجاست. بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و تا زکریا و یحیی و عیسی ابن مریم و مریم و عرصمت بنی که الا آخ موسی و الا آخر انبیاء بنی اسرائیل تا آخر، این از زمان یعقوب که این همه اولاد اسحاقند، همه این اولاد اسحاقند و یعقوب بنی اسرائیل. این بنی اسرائیل اول تالا چی میگن؟ نجات پرستند. یعنی مسیحی ها برای جذب نیرو به سمت خودشون تبلیغ خیلی دارن، وهابی ها بهایی ها تمام ملل برای جذب نیرو و زیاد شدن جمعیت زیاد کردن تبلیغ زیاد دارن، الا یهود. یهود هیچ وقت تبلیغ برای اینکه دیگری بیاد داخل خودشون ندارن، غیره برای خودشون را نمیدن. میگن این یهود یک قوم تافته جدا بافته است. این دوتا آیه هر دوش بعد از دعایی است که من میخونم. ببین چی میگه. میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم. خب در اون آیه میگه قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. میگه که بنی اسرائیل یهود و نصارا که نصارا تابعین عیسی ابن مریمن، اونا هم از بنی اسرائیلن. قرآن در سوره مبارکه مائده آیه 18 میگه یهودیا میگن ما پسر خداییم، ما دوست خداییم. دیگه چی میگن؟ میگن لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا. سوره بقره آیه 111 یهودیا میگن که غیر هیچ کس بهش نمیره مگر ما یهودیا، فقط ما یهودیا میریم بهشت. ما یهودیا ابناء الله پسر خداییم، ما یهودیا احباء الله هم دوستان خداییم. خودشونا پسرا خدا، دوستان خدا. ما نوه اسحاقیم، ما از نسل اسحاقیم، ما از نسل ابراهیمیم، ما شجرمون ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و انبیا از ما دو الی آخر. همینا حدیث داریم، همین بنی اسرائیل 70 پیغمبر را بین اذان صبح تا طلوع آفتاب کشتن. آفتاب که زد اومدن در دکونا را آب و جارو واستن به کار و کسب و تجارت کردن، هیچ کار نکرده بودن. حدیث داریم در تفسیره. یک قوم عنود و لجوج و کنود و خبیثن یهودیا، وای چه جونه برایند. قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده. بقره 80 میگن بابا برفرضاً ما بریم جهنم یه چند روزی بیشتر، اياما معدوده، یه چند انگشت شمار ما بیشتر جهنم نمیمونیم. ما نوه ابراهیم که جهنم نمیریم، نوه اسحاق جهنم نمیریم. اینا یه همچی آدمایین. خدای منان در قرآن کریم از اینا اینجوری نقل میکنه. اینا را میگه و تقو یا من، خدا داره با اونا حرف میزنه، میگه نخیر اینجور نیست. تلکه امانی هم قلها تو برهانکم. این آرزوها به بال دل دو خوبه. برهان چی چیه؟ قلها تو برهانکم ان کنتم صادقین. به چه دلیل شما جهنم نمیرید؟ به چه دلیل شما پسر خدایید؟ به چه دلیل خدا شما را دوست داره؟ به چه دلیل اینقدر ممتازید؟ به چه دلیل اینقدر تافته جدا بافته اید؟ اینجور نیست. خدای منان در این دو آیه در سوره بقره آیه 48-23 داره به جواب به یهود میگه، میگه نخیر اینجور نیست. روز قیامت که میایید اگر ایمان به خدا نداشته باشید، اگر عمل صالح نداشته باشید، اگر آدم کشته باشید که میبینید چجور دارن میکشن، خدا لعنتشون کنه. اینا میگه نخیر اینجور نیست. بترس از روزی که لا یجزی نفس عن نفس شیئا. اینجور نیست که ابراهیم بیاد بگه آقا جون، ابراهیم یا اسماعیل و اسحاق بیاد بگه آقا جون من میریم، اینا بذار برن من میرم. این حرف نیست، نفس عن نفس نیست. عید قبول نمی کنیم، شفاعت قبول نمی کنیم. این مال این آیات خطاب به یهود است، یهودی که به خاتم الانبیا ایمان نیاوردن، یهودی که به اسلام ایمان نیاوردن. کسی که خاتم الانبیا و اسلام را قبول نکند کافر است. کافر شفاعت نداره. ما هم همینا میگیم، ما نمیگیم شفاعت مال کافره، شیعه نمیگه شفاعت مال کافره،
شیعه میگه شفاعت مال کسی است که خدا را قبول دارد، لا اله الا الله وحده وحده، خاتم الانبیا را قبول داره، اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان مولانا امیر المؤمنین علی ولی الله، اینم صلوات داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قرآن را قبول داره. حالا ما میرسیم بهش، نه فقط در اصول دین، حتی حدیث داریم، هم حدیث از خاتم الانبیا داریم ما، هم حدیث صحیح از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن دم لحظات آخرشون، همسرشون فرمودن حمیده مادر آقا امام موسی بن جعفر علیهم سلام الله، فرمودن امام صادق لحظات آخر عمرشون میرسن بهش میگم ها. اما حالا برای اینکه مطلب همش یه جا جمع بشه دارم عرض میکنم که عرض کرده باشم، امام صادق سلام الله علیه لحظات آخر عمر شریفشون اهل و عیال خودشون را جمع کردن، فرمودن گوش کنید چی بدون میگم، لا تنال شفاعتنا مستخفن به صلات، کسی اگر نماز را سبک شمرد به شفاعت نمیرسه. چرا؟ چون نماز الله اکبر توحید، بسم الله الرحمن الرحیم توحید، الحمدلله رب العالمین، خدایی که از یک ذره اسپرم منی نجس متعفن یه چیزی خلق کرده است، از موی سر تا ناخن پا هیچی کمش نگذاشته، دوتا چش داده بهت که هم رنگی میبینی، سیاسفید نیست، رنگی میبینی، 80 سال 70 سال، نه باتری میخواد، نه شارژ میخواد، نه فیلم میخواد، نه 80 سال 70 سال باش کار میکنی، دستت، پات، دندونت، معدت، قلبت، رگای مغزت، اینجوری رزقت داده، آب، هوا، بشریت، حیات، انبیا، اولیا، نور، ایمان، هدایت، سعادت، هوا، خاک، سنگ، این خاک نه اونقدر سفته که بیل توش فرو ننشه کار کنی، ساختمان بسازی، نه اونقدر نرمه که مثل پنبه و ماست توش فرو بری، این همه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت عامی داره مال همه بشریت، کافر، ظالم، فاسق، فاجر، سگ و خوک و گوسفند و همه، رحمت خاص داره رحیم به المؤمنین دنیا و آخرت، این همه توحیده، مالک یوم الدین معاده، ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان دیشبی، اهدنا الصراط المستقیم، ایمان به خدا، امامت امیرالمؤمنین، صراط الذین هم، اینایی که میخونی چیه میخونی؟ قرآنه، قل هو الله احد الله الصمد، سوره میخونم، قرآن میخونم، قرآن کتاب منه، نماز یعنی که قرآن قبول دارم، نماز رو به قبله، چرا اینور ما میسی؟ قبله است، کعبه است، من کعبه قبله منه، قبولش دارم، نماز یعنی اسلام قبول دارم، نماز یعنی قرآن قبول دارم، نماز یعنی کعبه و قبله قبول دارم، نماز یعنی خدا را قبول دارم، نماز یعنی پیغمبر قبول، این نماز به این صورت مال دین مقدس اسلام و خاتم الانبیاست، نماز یعنی امامت، الله اکبر عمر، الله اکبر یعنی امامم عمره، الله اکبر امامم حسینه، نماز نشون میده امامت را، کسی که نماز میخواند یعنی توحید، نبوت، امامت، معاد، اسلام، کعبه، قرآن، همه را قبول دارم، اگر معصیت مرتکب شد، شهوت حرام مرتکب شد، این آقا قابل ترمیم شفاعت دستش میگیره، فرمود کسی که نماز نخونه یعنی توحید زیر پا له، نبوت زیر پا له، معاد زیر پا له، کعبه و قرآن و اسلام له، خب این اصولش از بین رفته است که چی شفاعت کنه؟ چی شفاعت کنه؟ مثل یه خونه پکیده یه اوراق و داغون که با مهمانو که داغون جا تعمیلش کن، میگه چی اینا دیگه، از ایشه درش بیار دوباره درستش کن، فرمود به شفاعت ما نمیرسند کسی که نماز را سبک بشمره، نفرمود روزه، نفرمود خمس و حج، البته اونها هم مشکل داره، امام صادق فرمود قاسبین فقط اونای نیستند که در اول در سقیفه خلافت قصد کردن، کسی هم که مالش بعد از یک سال میگه برو کار کن، الکاسب حبیب الله، برو کار کن، الکاد دل عیاله،
قال صادق علیه السلام الکادل یاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که برود صبح تا شب کار کنه رزق حلال برای زن و بچهش مثل کسی است که در صف مقدم جبهه می جنگد برای حفظ اسلام و کشور و ناموس. برو خوب کار کن، کارم که میکنی اول خودت. خونه نداشته باشی خمس به تعلق نمیگیره، خونه دار خونه خمس نداره، معونه است. آنچه در خونه است، دست در که وارد میشی آشپزخونه است و کابینت است و لوازم است و گاز است و آب است و برق است و فرش است و مخطا است و مبل است و کمد است و بوفه است و خمس نداره. حج برو، عمره برو، کربلا برو، دختر شوهر بده، پسر زن بده، جزیه بده، مهریه بده. وقت سر سال که خوب بخور، خوب بپوش، اول خودت ناشتای بخور، خوبم بخور، نهار بخور، خوبم بخور. حدیث داریم کسی که بزنه بچه‌اش زیق و تنگ بگیره، خدای منان تو قبر فشارش میده میچلونه. همون تنگیایی که بزنه بچه گرفته اونجا بهت میچلونه، بهت میچشونه. فرمودن مؤمن بزنه بچه‌اش وسعت میگیره. چی میخواد؟ هر چی میخواد درست کن عزیزم. میفهمی چی بهت میگم؟ خوب بخور، خوب بپز، خوب بگرد، لباس خوب، ماشین خوب، زن و بچه خوب، خونه خوب، لوازم خوب. خمس نداره اینا، خمس نداره اینا. کار کن اول خودت. اما اگر همه تمام شد آخر سال دیدی 1000 تومان اضافه داری، 1000 تومان 800 تومنش مال خودت، 200 تومنش 20% به نص قرآن کریم سوره مبارکه انفال اول جزء 10 قرآن کریم میگه 20 تومن لله مال خداست، بده بیا. خدا چه جوری به تو بدم؟ به من نمیتونی بدی، به رسول پیغمبرم بده. پیغمبرم از اون عذابی که بدم رزق قربا، پیغمبر رزق قربا داره بهش بده. میفهمی چی بهت میگم؟ فرمودن قاسب کسی نیست که حق ما رو قصد کرده است، کسی هم که به مالش خمس ما تعلق بگیره نده اونم قاسبه، اونم قاسبه. منظور اونا رو نفرموده شباهت نمیرسه، ولی نماز هم یک شباهت نمیرسه، چون نماز یک رکن و یک اصل و اساس و اصولیست که تمام اصول دین درش مظهر و مظهر اصول دین و اعتقادشه. اینی که خدای منان فرماید شفاعت نیست، ارسادن که عد نمیگیریم، نصد و یاری نیست و و و و، اینا که مال مسلمی نگفته است، مال یهود میگه. ما هم همینا میگیم، میگیم غیر مسلمان غیر مسلمان است، خدا و رسول و امامت و معاد قبول نداره که بخوایم شفاعت شو بخوایم، قبول نداره اینا. اینا ما هم قبول داریم، اینا ما هم قبول داریم. قرآن میگه تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بعد میگه بلا من اسلم وجهه لله، بلا من اسلم وجهه لله فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. کسی که تسلیم خدا باشه، خدا میگه آقا جون من از آن صبح پاشو، حالا قبل از آن صبح پاشودن پیشکشدون، از آن صبح پاشو، چشم وضو بگیر، چشم اونجور که پیغمبر گفته و علی گفته وضو بگیر، وضو بگیر ها، چشم از آن بگو، اقامه بگو مستحب، چشم رو به قبله وایسه، 2 رکعت نماز بخون، چشم مرد آقا بلند بخون که تو خونه که هستی زن رو بچه‌ت هم یاد گیرن باید نماز بخونن، بلند بخونن. چشم اسلام میگه بر مرد واجب است نماز صبح و مغرب و ششا بلند بخونه. من 5 تا بچه دارم، به خدا هر 5 تاشون 3 ساله هنوز درست حرف نمیتونن بزنن اما نماز حفظ بودن. چون وا میستم بیشیستم کنار من میشستم، من نماز میخوندم بلند بلند میخوندم، حفظ میکردن. اینجوری باشه مسلم، مسلمون باید اینجوری باشه، هم نماز بخون هم بچه دا نماز خون کن. یا ایها الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای مؤمن می برو مسجد، میری بری مسجد، زینت خودت را با خودت بردار. زینتم چی چی با خودم بردارم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، المال و البنون زینت الحیات دنیا. اون زینتی که میگم بردار فقط عطر و شونه و پاشستن نیست، مال و اولاد هم پول بذار تو جیبت که وقتی میگن فقرا، مساکین، دختر دار، پسر دار، مریض، کلیه ای، حسینیه، مسجد و و و و، بگو آقا اینم سهم به هر چقدر که میتونی. المال و البنون، میری بری مسجد، اولاد زینت باباست. این اولادا بردار و همه جوری که بابات شما رو آورد مسجدی و حسینیه کرد، شما هم همه کارو بکن، قربونت برم الهی. پس این آیات که میگه چواعت نیست، آقایون وهابی
این قرآن ها که حفظ گفته ور 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 رب تال القرآن ول قرآن یلعنو به درد نمیخوره. یه خورده فکر کن روش ببین همه جوره که میگیم یا نه. این آیات که میگه شفاعت نیست، مسلمان و شیعه را نمیگه، مسلمان و شیعه را نمیگه شفاعت نیست، کافر ها میگه شفاعت نیست، یهود ها میگه. بله یهودی که کافر است که چیزی ندارد تا لطف اهل بیت شاملش شود و او را از جهنم نجات بده. شفاعت یعنی جفت کردن، جفت شدن. ها چند بار میگم، ای میگم برای اینکه خوب مطلب جا بیفته. آیه بعدی یه دسته از آیات میگن آقا شفاعت نیست. ای وای یا ابل اینا چیکارش کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، سوره مراکب بقره آیه 254. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. خود این آیه جواب داره میده. الله اکبر. میگه ده کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید، از مالتون یه خورده بدید به فقرا، از مالتون به فقرا بدید، انفقو انفاق کنید قبل از آنی که بیاد یه روزی که بمیری بری تو قبر و یا روز قیامت و یا هر دو، قبل از آنی که بیاد یه روزی من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه، خرید و فروش توش دیگه نیست. روز قیامت بخر و بفروش نیست. اینجا ممکنه با خرید و فروش مشکلات حل بشه، اونجا دیگه بیع و شرا درش نیست. لا بیع فیه ولا خله، رفاقت و این خلیل منه و این دوست منه، دوست به درد دوست نمیخورد. روز قیامت روزی است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم یفر المرء، روزی است که آدم از قبر که میاد بیرون، برادر از برادر فرار، زن از شوهر، شوهر از زن فرار، پدر از پسر، پسر از پدر فرار. فرمودند برادر از برادر فرار مصداقش قابیل از حابیل فرار میکنه، حابیل از قابیل، قابیل و حابیل، دو تا برادر بچه آدمن، قابیل حابیل رو کشت، از هم فرار میکنن چون میچسب به یخش. رو زن از شوهر فرار میکنه، شوهر از زن فرار میکنه، زن فرعون از فرعون فرار میکنه، آسیه، پسر از پدر فرار میکنه، محمد از ابوبکر فرار میکنه، پسر از پدر، اینا مصداقه و الا فراوونن، فراوون، فراوونن کسانی که پسر از پدر فرار، پدر از پسر فرار، زن از شوهر فرار، برادر برادر فرار، لا خله، دوست از دوست فرار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میگه که دوستا روز قیامت بعضی با بعضی دیگه دشمنن. اون میگه تو منو تو چا کردی؟ اون میگه خوب بود کور شد نیای تو جهنم. یکی از عذابای جهنم اینه که با هم دعوا میکنن. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا لولا انتم لولا انتم. اونایی که فرعون گولشون زده، اونایی که معاویه گولشون زده و تابع معاویه و جنگ صفین و جهنم رفتن، میچسبن میگن معاویه تو مالو در بدر کردی، اونم میگه خب بود مال علی، برید مال من نیای کی گفت بیای، دعواشون میشه تو جهنم، دارن میسوزن همدیگه را مشتلقت میزنن. آیه قرآن است سوره اعراف، میچسبن تو جهنم یخ شیطان، میچسبن به یخ شیطان، میگن تو مالو گمراه کردی، تو مالا گمراه کردی. شیطان در جواب میگد که وعدتکم فاخلف وعد ربکم وعدتکم اخلفتکم، میگد که خدا به شما وعده داد که عملا جان بده برو بهش، من به شما وعده دادم و جهنم، خوب بود خدا، خوب بود حرف خدا رو گوش کنی، چرا حرف منو گوش کردی؟ مستک ظالم. و الله اکبر، مواظب باشید بابا، مواظب باشید. این آیه میگد انفقو من ما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. میگد از یه روزی بترسید که دوست به دردت نمیخوره، بیع و شرا و خرید و فروش، خریدن نیست که بگی آقا جون من 1 میلیون 10 میلیون 100 میلیارد میدم بهش بهم بدید، اینجوری نیست. باید اینجا فرستاده باشیم ثمره را، ثمنه باید نیده بفرستی.
ولا شفاعت شفاعتم نیست. این شفاعت نیست، مال کافرونه. به چه دلیل؟ به چند دلیل. دلیل اول این که مفسرین در ذیل این آیه روایات نقل کردن، هم سنی ها هم شیعا، فرق نمی کنه، که منظور از انفقو مما رزقناکم این منظور زکاته. همه نقل کردند این آیه، آیه است که زکات واجب کرد. میگه دوی مؤمن، گندم و جو خرما کشمش داری، گاو و گوسفند و شتر با شرایطش تو سالانه بشتند داری، طلا و نقره داری با نصاب و شرایطش، زکاتشو به فقرا بده. این آیه آیه زکاته، اصلا ربطی به حرفا نداره. منکر زکات و تارک زکات مثل نماز با کافره. کس که زکات را منکر بشه کافره، کس که زکات به ذمه‌اش متعلق بشه نده کافره. علاوه خود آیه جواب میده، میگه میدونی شفاعتی که میگم نیست، برای کیا میگم نیست؟ والکافرون هم ظالمون. کافرا میگم شفاعت نیست. بله بله بله، کافر شفاعت نداره. علاوه قرآن کریم همین آیه که میگه، همین آیه که میفرماید روز قیامت دوستی به کار نیست، در آیه دیگر استثناء میزنه، میگه چرا؟ متقین با هم دوستند، مردان با تقوا با هم دوستند. 124,000 پیغمبر ما داریم، همشون هم وصی داشتن، همشون میرن بهش، همه سر یه سفره میشینن، شام و نهار و ناشتای و میوه و خلالعین، هیچ با هم دعوا ندارن. متقین رفیقند، هم دنیا هم آخرت، متقین با هم دعوا ندارن. 124,000 پیغمبر تو این دنیا جا جمشن، یک کلمه با هم دعوا نمی کنن. تمام دعوا سر بی دینیه، بی تقواهیه، ایمان به خدا نیست، عمل صالح نیست، دعوا میشه. همونی که میگه خلین نیست، آیه دیگه میگه بابا چرا هست؟ متقین خلیلند با هم دیگه، غیر متقین کافر و فاسق با هم رفیق نیستند. همون آیه که میگه شفاعت نیست، میگه کافرون هم ظالمون، والکافرون هم ظالمون. خود این آیه تیکه آخر والکافرون هم ظالمون سوره بقره، خود این آیه داره شهادت میده که منظورم از این که رفاقتی نیست، شفاعتی نیست، مال کافره، نه مال مؤمن. کافر کیست؟ کسی که زکات نده، منکر زکات باشه. پس این آیه، آیه اون آیات قبلی مال یهوده، نمیگه شفاعت نیست. این آیه مال منکر زکات و آیه وجوب زکاته، نمیگه شفاعت مطلقا نیست. آیات دیگه ما در قرآن داریم، میگه شفاعت هست. یه کتابیست، گوش کن، یه کتابیست چاپ شده تو بازار، من دارمش، عنایات امام زمان سلام الله علیه به آثار و برکات امام حسین. عنایات امام زمان سلام الله علیه به آثار و برکات امام حسین، اگر تو بازار گیرد اومد بخر بخون، خیلی کتاب خوبی است. این مرد بزرگوار یک داستانی را از فقیه فرزانه ولی خدا مرحوم آیت الله العظمى سید محمد هادی میلانی قدس الله سره، این مرد بزرگوار مردم ولی خدا بود، ولی خدا بود. امام صادق فرمود وقتی جون به اینجا رسید، عزرائیل میاد، ما همه 14 معصوم میایم دورش میشینیم. امام رضا میاد میشینه میگه این مال منه، امام حسین میاد میشینه میگه این مال منه. امروز تو مجلس ظهر گفتم رسول ترک کتابشو نوشتند و چاپ کردن، بخرید بخونید، من دارمش، خوندمش. اون لات کذایی شراب خور وقتی توبه کرد و اومد در خونه ابی عبدالله، در این کتاب نوشته است. اون مرد بزرگ گفت که کنارش نشسته بودم لحظات آخر عمرش، یه ها دیدم پاشد نشست، گفت آقام گلدی، آقام گلدی، آقام اومد، آقام اومد. خیلی مهربانه، خیلی مهربانه، خیلی مهربانه. شوق دیدارم ملاقات خدا دارد حسین،
سر به راه دوست از بحر خدا دارد حسین. یا ابا عبدالله پاشید اول برم ات کل دو سه خط شعر بخونم دلت آماده بشه و بعد روزه بخونم برات، بعد بگم آقا که افتاد رو زمین سرشو کی از زمین برداشت. شوق دیدار و ملاقات خدا دارد حسین، سر به راه دوست از بحر خدا دارد حسین. پور ابراهیم جای یک فدینای پدر و فدینا او به ذبح عظیم، امام زاده فرمود ذبح عظیم پدرم حسینه. پور ابراهیم جای یک فدینای پدر، در منای عشق هفتاد و دوتا دارد حسین. وقتی که ابراهیم نشست رو سینه اسماعیل، کاردم تیز کرده گذاش به گردن اسماعیل، گردنشا ببره خطاب شد جبرئیل خودتا برسون، دست ابراهیم ما بگیر برگردون، اگر برید گردن اسماعیل را اسمت از دیوان ملائکه پاک میکنم. جبرئیل خودش را رسون، دست ابراهیم ما گرفت و برگردون، این پیر مرد 120 ساله رو سینه پسرش نشسته. وقتی رفت بکش اسماعیل را، اسماعیل گفت بابا جونم چند تا خواهش ازت دارم، خواهش اولم اینه چشمای منو ببند، چشمم تو چشمت نیفته نتونه کار انجام بدی، دست و پاما ببند دست و پا نزنم نتونی کار انجام بدی، پیراهنم رو در بیار ببر برا مادرم یادگار داشته باشه، هر جوای من بیشه پیراهنم رو بو کنه و بیلا، تقاضای چارمم اینه کارد دا تیز کن که زود نجاتم بدی معطل نشه. کارد دا تیز کرد، پسرشا برهنه کرد، دستاشا بست، پاشا بست، چشماشا بست، نشست رو سینش، کارد دا گذاشت، دید نمیتونه نگاه کنه، گذاشت و روشا برگردند و با شدت کشید. وقتی برگشت نگاه کرد دید خط انداخته و نبریده، دوباره گذاشت نبریده، سه باره گذاشت نبریده، یه وقتی جبرئیل داره میاد، یه قوچم داره میاره، میگه ابراهیم قبول شد پاشو این قوچا قربانی کن. اسماعیل از زیر دست و پای ابراهیم اومد بیرون، پاشو لباس پوشید و میدونه مادرش دلشوره داره، دوان دوان آمد و رسید تو مسجد الحرام، به هم رسیدن، مادر نشست زمین بغلش کرد، پسرم کجا بودی؟ دلشوره و دلهوره داره از پادرم میاره. همینطور که نشسته بودن سر هاجر بالا اونم ایستاده، چشم هاجر افتاد به اون خطی که چاقو زیر گلوی اسماعیله. امام صادق فرمود، حدیثه، امام صادق فرمود هاجر گفت مادر این خطی که به گلوده چی چیه؟ گفت مادر حالا که به خیر گذشت بهت میگم، ماد بابا منو برده بود قربانگاه، به امر خدا سرما ببره، این جای چاقوی باباست به گلوی من. امام صادق فرمود از دیدن جای چاقو به گردن پسر یه شوکه‌ای بهش وارد شد، سه روز قضا نخورد، روز سیومم از دنیا رفت، بمیرم برا لیلا مادر علی اکبر. الهیش بابایی نایسته نگاه کنه ببینه و هو یفسح و برجله، هیچ بابایی نبینه جوونش داره دست و پا میزنه. من عربیشو میگم و فارسیش نمی کنم، فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا، یا
آقان جز رو زمین سر این آقازاده را به دامنش گذاشت. امام صادق به امام صادق گفتن آقا جونم چه لذتی تو دنیا از همه لذت ها بالاتره برا مرد. فرمود لذتی بالاتر از این سراغ ندارم، خدای من نان یه پسر به یه بابا بده، این پسر 20 سال 18 سال 20 سالش بشه جلو بابا را بره و بابا به قامتش نگاه کنه. لذتی برا بابا و مادر از این بالاتر سراغ ندارم. گفت آقا تلخترین تلخی تو دنیا چیه؟ فرمود از این تلختر سراغ ندارم، این بابا وایسه به این جوان نگاه کنه، این جوان دست و پا بزنه جون بده نتونه کمکش کنه. از این مصیبت تلختر از این سراغ ندارم، جنازه این بابا تو تابوت از جلو بره، بابا هم از عقب بیاد بیاد بیاد. لزانش زمین سرجا به دامنش گرفت، دید آرام نمیگیره. فبدا خده و علا خده، خیز بابا یا تا از این صحرا رویم، رو به سوی خیمه لیلا رویم، این بیابان جای خواب ناز نیست، ای من از سیاد تیر انداز نیست. ابی عبدالله جوری منکسر شد، همه شهدا را غیر عباس خودش آورد کنار خیمه دارالحرب، اما چند تا شهید بود نتونست بیاره. یکی عبدالله پسر امام حسن بود، او وقتی بود که دیگه آقا خودش هم نمیتونست از جا بلند بشه، تو دومنش تو قتلگاه حرمله با تیر بهش زد. یکی هم علی اکبر بود، خودش نتونست بیاره، صدا زد یا فوت یا نبلی هاشم احملون عشاقی کمل الفستان. جوانان بنی هاشم بیایی علی را بر در خیمه رسانید. همین آقا اومد کنار جون، یه غلام پیر غلام سیاه 90 ساله حبشی غلام ابازر بوده و تا اینجا اومده دنبال اهل بیت، نشست و سرش را به دومنش گرفت. جون خیال کرد قاتل اومده سرش جدا کنه، چشماش را باز کرد دید سرش تو دومن حسینه، خودش را کشید و سرش را انداخت رو خاک گرم کربلا. آقا فرمود چرا سرتو میکشی پس؟ گفت آقا اینجا جای سر علی اکبره، جای سر من نیست. گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم از پیت پیاده دوید. محاسنم به روی دست بود و آیا وای 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 محاسنم به روی دست بود و آیا لا اله الا الله اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.